این صدای جوانان ایران است. که خودش خواست. اولش تو کار این چیزا نبودم. من سم تو لب خود بود. الانم هم همینه. اسمونم نمیخوای. نه. کاری ندارم. برای اینکه هیچ کس دستش به جای بند نیست. نمیدونم سانسور فیلم سینمایی کردن، سانسور فیلم تلویزیونی کردن. به خاطر اینکه یه جمله گفته شده آقای فلانی مثلا برادرزادهش، خواهرزادهش، نه فلان شخصش مثلا مشکل داره. حرف منو به نظرت گوش، حرف مردم عامی رو گوش میکنن اینا. ببینید دیگه ما خیلی قانونا هست تو کشورم داره خاک میخوره به دلیل اینکه یک سری منافع یک سری درون درگیره. اگه من جرئت میکنم به آقای رئیس جمهور بگم تو اینا کجا بودی؟ حالا شما الان داری میگی، من به خاطر اون دارم میگم. تصویب کلیات طرح عاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس مشمولان این قانون مشخص شده. شما به من بفرمایید که من در یک نظام اقتصادی سالم و سلامت 100 میلیون تو جیبمه و شما 3 میلیون تومن تو جیبته، ادعا میکنیم که مثلا این نظام اقتصادی سالمه، این نشونه چیه؟ آقا در مورد اموال هنگفت مسئولین چه نظری شما داره؟ ببین دو حالت داره، یکی این که واقعا ادعا کنیم که سالمه، خب قصه فرق میکنه. یکی این که نه واقعا سالمه. الان کدوماشو میخوایم ادعا باشه؟ میکنیم که سالمه، ادعا میکنیم. ببین من اون چیزی که باید بگم در رابطه با اموال مسئولین اینه که من فکر نمیکنم مسئولی داشته باشیم که روند انسانی رو دنبال کرده باشه در حیطه مسئولیتی که داره توی زندگیش، در جمع‌آوری. آره. اصل 49 قانون اساسی. منطق این قانون مقابله با ثروت‌های بادآورده و حاصل از سوء استفاده میباشد، لیکن قالب مقررات موجود در این اصل نحوه برخورد آن اختصاص یافته است به ثروت‌های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب، در حالی که فساد و سوء استفاده از اموال یا اختیارات مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم نمایند. وقتی که هر چیزی که شما بگید بعد یه حرفی باشه باد هوا نتیجه نداشته باشه، فایده ای نداره. آقا این هست داماد فلان وزیر میبینیم که چند میلیارد اختلاس کرده، بعد میگه مگه من پسر نتانیاهو هم که با من این برخوردو میکنید و از مردم طلبکارند. دارایی نمیدونه، خدا میدونه، کل ایران رو برداشته وارد تو کشورهای خارجی سرمایه گذاری میکنه. که داماد یکی از مسئولین از وزرای سابق دولت، فکر کنم وزیر بهداشت بود، ایشون گفته بود که اگر شما از ابتدای دوره کاری خودتون ماهی 1 میلیارد تومان هم درآمد داشته باشید تا الان رقمش شاید کمتر از 1000 میلیارد تومان میشه. شما از چه طریقی ادامه این قضیه رو به دست آوردید؟ این یه سوال جدیه. خب خیلی زیاده دیگه. خب نصف مملکت رو که برداشتم به عنوان دادم به بچه‌هاشون. بعد بگم هم رئیس جمهور ما چجوری خونه تو ولنجک داره؟ چجوری آورد اینا رو؟ اما بر اساس حالا شواهدی که وجود داره، جرایدی که بوده، کتاب‌هایی که خودشون نوشتن و خاطراتی که بوده، مسئولینی بودن که در تراز شماره 1 کشور هم هستن که اصطلاحاً اموالشون قبل از انقلاب در دوره انقلاب و بعد در دوره صدارتشون یه رقمی بوده، تو پایین شهر میشستن، خونه کوچیک داشتن، ولی الان دارن مثلا تو شمال شهر تهران که اولش واو هست اصطلاحاً زندگی میکنن. ببین حضرت علی خب علیه السلام یکی از شخصیت‌هایی که برجست است، چه ما بپذیریم چه نپذیریم. درسته. خب بعدش هم حرفو باید ببینیم که طرف چی میگه، نه اینکه کی میگه، مهم نیست که حرف رو کی میگه، این چی میگه. اگه چه اتفاقی افتاده این وسط، این اتفاق رو میخوایم ببینیم که شما چه جوری میبینید. آره اگه ببین، اگه چیز باشه، یعنی تقسیم ثروت به طور درست اتفاق نمیافته.
بین مردم و بین جامعه. قرارم نیستش که من 100 میلیون تو جیبم، شما هم 100 میلیون تو جیبت باشه ها. شاید کار من، شغل من و موقعیت من فرق بکنه. درسته. ولی قرارم نیستش که یه 100 میلیون تو جیبم باشه، یه 100 میلیون تو جیب شما نباشه. آها. ها؟ اون مسئله. آره. اونو میخوایم بفهمیم. این مسئله است که اونم ببین الان بخوای ریشه‌اش رو ببینی خیلی چیزه، خیلی دلایل زیادی داره، دلایل اقتصادی زیادی داره. یعنی چی؟ حضرت علی خودشون میگن که اگر در زمان خلافتشون که به منصب میرسن، میگن این مردم ببینید من در زمانی که الان به منصب رسیدم یه اسب دارم با یه شمشیر، اگر در پایان خلافتم چیزی جز اینها دیدید از من که اضافه شده بر دارایی های من، ببینید به شما خیانت کردم. چقدر ما داریم میبینیم از آدم هایی که طرف عضو یه بخش خیلی کوچیک از شهرداری شده، هیچی نداشته در بعد به ورودش، اما یه مقدار دو تا چهار تا که میکنیم میبینی اصلا این دارایی که داره با نه 30 سال حالت حالا کارمندی، بلکه اگر 60 سالم کار میکرد، هیچی نمیخورد، هیچی نمیپوشید، بازم نمیتونست به همچین مبلغ هنگفتی دست داشته باشه. دلم میخواد یکی بگه حقایق راجب فساد هرچی مسئول نلایق، همش میخورن و نم پس نمیدن، دروغ گفتن چه آسونه به خلایق. خلایق دوستی ها یکی دوتا نیست، آخه دوست ما از بیگانه ها نیست، یکی سو استفیده یعنی سو استفاده کرده از رانت باباش، یکی میگه اصلا بابای ساشا نیست. حقایق آی حقایق رو بگین بگین، خلایق حقایق رو بگین آی حقایق، تو غرق نشده این مردم بهتر از آن چیزی که برخی فکرش را می‌کنند می‌بینند. حالا خیابان‌های بالای شهر بعضن خانه‌هایی را به خود می‌بیند که گیت‌های مخصوص بازرسی دارد. این یعنی اینجا خانه یک مسئول است. چشم دوختن به خانه میلیاردی یک تاجر موفق شاید فقط حسرت را برای مردم به همراه داشته باشد، ولی دیدن زندگی متمولانه برخی مسئولان برایشان هیچگاه عادی نمی شود. آنها هر روز بیشتر از خودشان می پرسند که این زندگی ها چگونه ساخته شده. این روزها اما خبرهای جدیدی به گوش می رسد، خبرهایی که شاید برای برخی خوشایند و برای عده‌ای که نمی خواهند کسی بداند از کجا آورده اند نگران کننده باشد. ببین رانت، روابط، کلاهبرداری، دزدی، شانس، میدونی الان شاید این مدل به وجود اومده که دور از جون واقعا جیب همدیگر راحت خالی میکنن مردم. درسته. دنبالینن که جیب همدیگر خالی کنن که جیب خودشون پرتر بشه. این میشه تقسیم ناعادلانه ثروت. ما خیلی از آدم ها دارم میبینیم که یه دفعه مثلا طرف رفته اینجا، بعد این آقایی که تا دیروز خونش هم اجاره ای بوده الان مثلا توی الهیه خونه داره که بیا و ببین، یعنی شما دهنت باز میمونه. وقتی که من میخوام وام بگیرم به فرض مثال، میرم التماس میکنم که 1,000,000 تومان با هزار جور دنگ و فنگ بگیرم و نمیتونم بگیرم، تازه به زور میگیرم. خب مثل یه روزی بود که مسجدهای محله ها میرفتیم 100 تومن میگرفتیم با دو تا ضامن، اگه یادتون باشه صندوقای قرض الحسنه. آره باریکلا میگرفتیم. یا ماشینی که نه تنها خودش داره بلکه برای بچه 16 ساله خودش، 18 ساله خودش که تازه گواهینامه گرفته، یه ماشینی گرفته که
پدر جد تو هم اگر میخواست تلاش کنه از پدر جدت زحمات کاریشون رو جمع میکردن میذاشتن توی خاک بمونه برای چند نسل بعدشون، بازم به اون هزینه نمیرسید که پول یه ماشین طرف بشه. با توجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه، بررسی اموال مسئولین از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علل قاعده باید در خدمت نظام و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می‌کردند و طبعاً فرصتی برای تجارت و اندوختن ثروت را نداشتند. علی، شفافیت اقتصادی بسیار مهم است. سوال بعدی لطفا. ببخشید قربان، چرا مردم نمیتونن از دارایی های مسئولین مطلع بشن حقشو ندارن؟ اینم سوال داره آخه. این یعنی سرک کشیدن در حریم خصوصی دیگران. اصلا به چه کسی مربوطه این موضوع؟ البته سوال بسیار خوبی بود. ما داریم امکانش رو بررسی میکنیم ببینیم که آیا میشه منتشر کنیم این ارقام رو یا نه. آقا چجام فردام منتشر میکنیم. اصلا من دستور میدم همین الان منتشرش کنه. این 1,000,000 خواهش میکنم آقای رئیس جمهور، 1 ماه بیا خرج منو بکش اگر تونستی مردی. اعتراضه اخیری که مردم تو شهرهای مختلف داشتن و در جریانش هستی؟ تقریبا همش از بیکاری و گرونی و بدبختی و مصیبت. بیکاری، تورم، بعد دروغگویی‌هاس، گول زدن مردم. بنده 3 تا بچه دکتر مهندس تو این جامعه دارم که هر 3 تاشون الان بیکارن. خواهرم بیچاره گیتون دست دوم لباس میفروشه، اونم گفته جمع کن تانکورا بود، جمع کردیم ریختیم اونور. الان صبح میرفت مرد 75 ساله، صبح میره شب میاد بازار. 37 ساله بچه من نه زن گرفته نه یه چیز داره نه یه چیزی. 25% موجگرتگی دارم، تمام دارا هیچ داروخونه نیست. من یه جانباز برم آزاد بخرم داره رو به کی بگم دردمو؟ الان که من هم ترکش داره هر زمان اعتمال فلش شدنه. اصلا ما فراموش شدگانیم، یه داری ما بده بخونیم ببینیم. من جانباز دارم میگم، 7 سالم تو منطقه بودم. الان میخوای یه نفر از مملکت خارج بشه، همین پیر من کربلا بودم دیگه، از انواع فیلترها ردش میمونه. خب بایدم رد کنن ها. چطور آقای خاوری فرار میکنه؟ کی فرارش میده؟ بنزین معیش اینجوری که یه مش بدبخت پیکان هیپرایدی چیزی داشتن یه مسافرت میخوان برن نمیتونن. اون سرمایه داره چی میگه؟ آخ چون بهتر این گدا گشتا تو جاده نیستن، همین گدا گشتا انقلاب کردن. مگه خود خمینی نگفتش ما هر چی داریم از پاورناست؟ کدوم پاورنه؟ این حق من نیست الان با این همه تورم مثلا بیام مثلا حقوق بشه مثلا 900,000 تومان. شما ببین خودت بیا من 900 تومن به شما بدم، شما خرج زندگی منو بده. وقتی پوینتر از خط فقر این اتفاقا میفته، این فشارهایی که به مردم میاد این اتفاق میفته. اگر میبینید میگن بنزین 1,200 میشه و یارانه مردم رو قطع میکنن، مردم باز این ترس تو وجودشون که باز مادیات میاد پایینتر، باز نقدینگیشون کمتر میشه. حالا چیکار کنیم؟ حالا چی؟ این حالا چیکار کنم؟ ما باعث اعتراض مردم میشه. ولی مثلا حالا مقابل اون نگاه کن، یه رفته 500 میلیون وام گرفته، رو چه حسابی گرفته؟ به خاطر اینکه اون 500 میلیونی که گرفته 50 میلیونشو داده به اونی که وام ورش درست کرده. آها میدونی این میشه تقسیم ناعادلانه، این میشه اونجوری که جیب من پر میشه، من زرنگم، من میتونم از این کلا به اون کلا کنم، من میتونم رانت کنم، جیبم پر میشه، ولی شما نه، شما آدم سالمی هستی، این کار نمیکنی. شاید هم انقدر مثل من زرنگ نباشی، دنبال این چیزام نباشی و شاید هم اعتقاد داشته باشی که این پولا پول نیست. آها. ولی شما تو جیبت پول نیسته. اینجا کاملا چیزایی که مشهوده، نمیدونم آدمها براشون بی اهمیت اون مسئولینی که در واقع اینقدر دارن ناحقی میکنن در حق ملتی که از خود ملت هست اون هزینه و باید برای اونها هزینه بشه. درست. یا نه فکر میکنن نمیفهمن ملت، در صورت که اینجوری نیستش، خیلی دو تا چهار تا ساده ای داره. اینجوری آره، اینجوری فرق طبقاتی هم هی روز به روز بیشتر میشه.
هی بیشتر میشه، اون پول داره پولدارتر میشه. این اصلا این جمله چیه؟ پول داره پولدارتر میشه، فقیر فقیرتر میشه. آره این جمله تو هر نظامی باشه درسته. ما میدونیم که خیلی از آدمهای من خودم شخصا دارم میبینم آدمی که تا دیروز یه پراید داشته چجوری میتونه الان یه دونه ماشین مثلا لند کروز حداقل داشته باشه، یه بی ام و برای پسرش بخره. یعنی اگه تقسیم ثروت درست باشه این جمله درسته. درسته، اگه نادرست هم باشه درسته. اگه درست باشه آدم ها زحمت کشیدن پول در آوردن، پولشون پول میاره رو هم خب، ولی اگه نادرست باشه همین چیزی که من گفتم. گاه لوازم اداری ساعت 10. سلام برادر، میز ریاست چه داریم؟ این را دایوری. نه این خیلی اشرافی است، یک میز ساده میخوام. این چطور است؟ این هم پشتش دید دارد، خیلی کمی پوشیده تر باشد. این هم مدیول پیوشیده. بستا برادر، اما کشویش کمجا است، فلزا به درد فعالیت های ما نمیخورد. مگر فعالیتتان چیست؟ خدا قبول کند امضاء طلایی میزنیم. یعنی چه؟ یعنی پشت میز به نفع هر که صلاح بدانیم امضا میزنیم و او نیز هر چقدر کرمش باشد خالصانه میریزد داخل کشو. شفافیت که نباشه یه نفر اینقدر قدرت پیدا میکنه که هر کاری دلش خواست داره بکنه، به کسی هم پاسخگو نباشه. این چه تویور است؟ به اندایوزه کافی ساده است. آری برادر. پوشیده عیوز کاملا برادر. جادایور هم آری بسیار فراز. طرح بررسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط تعدادی از نمایندگان مجلس آماده شده تا اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا امروز مورد بررسی قرار گیرد، تا مشخص شود که این اموال چرا و چگونه تهیه شده است. در فاز اول هم رؤسای جمهور، معاونان و وزرای ادوار مختلف زیر تیغ بررسی قرار خواهند گرفت. فعلا 102 نماینده مجلس پای طرح را امضا کردند، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، مخالفت‌های پشت پرده آغاز شده است. یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید مخالف‌ها همان‌هایی هستند که قبل از انقلاب یک خانه اجاره‌ای در قم داشتند و امروز خانه‌ای 2000 متری در نیاوران. در دولت‌های مختلف پس از انقلاب تا کنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به اینکه فیش‌ها و املاک نجومی و راندخاری مردم را از هر قشری از مبارزه با فساد مایوس نموده است و با توجه به اینکه رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است، لازم است تا دیر نشده اقداماتی ضروری در راستای پاکسازی فساد صورت پذیرد. آخرین خبری که در مورد این فرمانده‌های فساد اقتصادی، اختلاس، ارتشا، اینها شنیدی چی بوده؟ کدومش رو بگه؟ آخرین مورد رو بگه. این آخریش که من شنیدم فکر کنم همین پسره بود که دو تا سکه از تو خونش در آوردن. صندوق ذخیره فرهنگیان و ارزهای 4200 تومانی. ارز 4200 گرفتن، رفتن الان یه کالای دیگه ای آوردن که مربوط به شرکتشون شاید نباشه. مفسد اصلا کیه؟ میره با دلار کم یخچال تلویزیون وارد میکنه. من نوعی قزم گیر 2 میلیون شده 12 میلیون 13 میلیون. قضیه خودرو بوده، قضیه سامان لجاج بوده، یکی دوتا نیست که هر روز یه برنامه هست دیگه. روزی نیست که ما نشنویم این چیزا. فقط خبرش رو شنیدیم دیگه، بعد از اون نشنیدیم که چی شد، چیکارش کردن، اصلا گرفتن نگرفتن. حقوقونو که برا آمدن اعلان کردن عمل نکردن، همه منتظرن چش برو همش رادیو تلویزیون گوش میکنن. آیا این کاری کردن؟ یکی رو اعدام کردن. میگن آقا دستگیر شدن با قول مرو اسمشون رو میم و چه و چه و میگن، ولی اسمی که واتانه باش بر خودش ما ندیدیم. اول رسانه است، اول صدا و سیماه، باید اول اونجا پخش بشه، همه اونجا رو سندیت میدونن. اخبار فساد، اخبار اختلاس ها پخش میشه، چه دردی رو دوا میکنه اگه پخش بشه؟ نکنم بهتره دیگه، دقل مردم اعصابشون راحته، مردم حداقل این چیزها رو نمیبینن. تو این وضعیت اقتصادی بد مملکت آقازاده‌ها رو میبینیم با ماشینای آنچنانی تو این فضای مجازی میذارن، جوونا افسردگی گرفتن با این حالا. شما افشاگری رو میکنن ولی مجازاتی در کار نیست آخه. الان شما از این وسایل یا این قضیه خودرو رو چند نفر گرفتن؟ چرا هنوز جرئت نمیکنن اسمشون رو فاش کنن؟ چرا هنوز که هنوز میم ه ه ر آخه تا کی این قضیه باید باشه؟ یکیشون حداقل بیانن تو تلویزیون میگن آقا این بوده، بگیرن یخشو بگیرن
مردمم دلشون خوش باشه که رأس کارایامون هم سالمن. مردم اینجوری فکر میکنن که چون اونایی که اینا رو میگیرن می نمیخوان افشا کنن، خودشون هم دستشون تو کاسه. خب یه مثالی زدی شما واسه ما توی بحث قبلی، این که میگین که فقر، حضرت علی گفته بود فرموده بود بله، بله، بله. فقر از هر دری بیاد تو، از اون در دین و ایمون میره بیرون. بله. توی مملکت ما الان چجوریه؟ الان پول الان اومده از در تو، پول اومده از در تو، دین و ایمون از اون ور. آره. این خاصیت این پوله، ماهیت اون پوله، جنس اون پوله چیه؟ و خیلی جالبه که بعضی از مسئولین که من صحبت میکردم باشون، بعضی از آدم ها که به پست من میخوردن حالا در طول شبان روز که اتفاقی با هم آشنا میشدیم، اون آدم مثلا یکیشون اظهار میداشت که من تو دارایی بودم و بازنشسته شدم، اما من آدمی نبودم که بخورم. خب پس کجا اومده؟ آره، اما صحبت که میکردیم تو حرفاش میدیدی که میگفت مثلا پسر من دیروز یه بی ام و خریده. خب این از کجا میاد؟ پسر تو آیا دانشمند فوق تخصص مثلا چیزیه، پزشکی که بتونه اینقدر درآمد داشته باشه که یه بی ام و بخره به همین راحتی، یا ارسی بهش رسیده؟ بالاخره یه چیزایی هست کاملا مشخصه، باید به عقل جور در بیاد. بله 100%. و اینا متاسفانه چیزایی که هست. ببین خاصیت، ببین پول، میدونی پول اون جزو... آدمه چه جور آدمیه؟ آره ببین پول جز اون چیزهایی تو زندگی که همه جور میشه بهش نگاه کنی. آها. پول تو میتونی بری چیز کثیف بخری، میتونی چیز تمیز بخری، میتونی پول تو بری کمک کنی به فقرا، میتونی خونه، میتونی با، میگم با پول میتونی تو هر جهتی که دلت میخواد انجام بدی. اون بسته به دیدگاه تو نسبت به اون پول و زندگیه. هر کی هم میاد توی منصبی قرار میگیره، فقط به فکر پر کردن جیب خودشه، حالا به هر قیمتی که شده. راجع به بحث طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان، حالا من با خود اسم طرحی که مشکل دارم، ولی طرحی هستش که در مجلس مطرح شده، ظاهرا شما باهاش مخالفید، دلیلش رو میخوام ازتون بپرسم. ببینید مسئله رسیدگی به اموال مسئولین از ابتدای انقلاب تا به الان در طول این 40 سال که در این طرح پیش بینی شده، من جزئیاتش ندیدم و تازه آمده مطرح شده، حالا چی از مجلس به صورت قانون اگر تصویب بشه در بیاد رو من نمیدونم، ولی این کلیاتی که در این تردیده شده، خب این یه مقداری برای ما از چند جهت اشکال ایجاد میکنه. اشکال اول اینه که ما فاقد قانون در این زمینه نیستیم، ازدیاد قانون بر اجرای قانون مشکل ایجاد میکنه، اثر منفی داره. بله. و ما الان قانونی رو که در سال 94 مجلس محترم تصویب کرد تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، چند سال از تصویب این قانون گذشته؟ دو سال. 3 سال. حالا دو مدل شده الان، بخشی از این که قبلا اینجوری بود چون اعتقاد داشتن مردم، پول که می اومد ایمان نمی رفت، دست 4 نفر دیگر هم می گرفتن، یه سری کارهای خیر می کردن، درسته می دونی، ولی الان نه. ببین ما اگه واقعا خدا رو می شناختیم و باور داشتیم، هیچ وقت حتی یک ریال مال حروم رو توی زندگیمون وارد نمی کردیم. اصلا خدایی باور نداریم که اینقدر راحت داریم چشم پوشی می کنیم از این همه گرسنه، این همه نداری و این همه فقر رو، متاسفانه حتی خودفروشی که روز به روز داره به آمارش اضافه میشه و بیشتر میشه. گر ناتوانی خیش خیره راهی هستیم که کورسوهای امید هم رو به خاموشی است و به دنبال بد میگردیم در بدترین هایی که در سلول فرار، عقل و اجبار محبوسند و قدر آن نداری تا دستانت را به نواختن سازت به درازی و نغمه‌ای بسرایی، تا چه رسد بسازی آن آهنگ زندگی را که در میان بند بندش بنا کنی آن صوت داوودی را، چون نفسی خوش بر نیاید از این سازهای ناکوک.